یک معلم از کوریا هستم. برای آموزش ابتدایی صنف رسامی اینجا هستم. از آشنایی با همه شما خوشبختم. به خاطر که این اولین صنف رسامی ما هست، ما در مورد ابزارها و در مورد کارکرد آنها یاد خواهیم گرفت. اول از همه برنامه را باز کنید. اگر تنظیمات شما مشابه تنظیمات من نیست، به منوی بالای صفحه بروید و همان کلمات را که من انتخاب و یاد چک کردم شما هم انتخاب کنید. معنی چک کردن چی است؟ وقتی روی کلمه کلک می کنید یک پنجره ظاهر می شود. اگر دوباره به منوی پنجره نگاه کنید یک علامت تیک مارک می بینید. و اگر یک بار دیگر روی آن کلیک کنید، گم می شود. علامت تیک مارک از بین می رود. بنابراین بروید و تمام پنجره ها را مشابه آنچه که در اینجا دارم بسازید. و برای تایپ تول نشانگر ماوس را بالای آن بیاورید. تا گزینه شخصیت را در کنار آن ببینید. روی این کلیک کنید و علامت تیک مارک را بزنید. ما وقت شروع می کنیم وقتی که تنظیمات شما مشابه تنظیمات من گردد. آیا همه چیز را بیرون آوردید؟ من تصور می کنم شما همه چیز را بیرون آورده اید و با باز کردن یک پنجره جدید شروع می کنم. گویا که یک کاغذ سفید جدید بیرون می کنیم. روی نیوی زیر گزینه فایل کلک کنید. یا می توانید از یک رای کوتاه استفاده کنید. کنترل را فشار داده و نگه دارید. سپس بر روی دکمه N در کیبوردتان فشار دهید. بعد یک دوسیه جدید باز می شود. شما می توانید هر چیزی که بخواهید نامگذاری کنید. من نام آن را یک یک می گذارم. به خاطر که این یک صنف ابتدایی هست، من به قسمت چاپ اشاره نمی کنم. پس امروز ما با تنظیمات اساسی بدون توجه به رنگ و چاپ شروع خواهیم کرد. اندازه اش مهم نیست. با این حال در یک قسمت پایین باید رنگ را بررسی کنیم. سپس بر روی اوکی کلیک کنید یا انتر را فشار دهید. ما یک پنجره جدید داریم. من برایتان چند کلید میانبر و یا کوتاه را توضیح می دهم. وقتی می خواهید اندازه پنجره را کاهش دهید، دکمه کنترل را فشار دهید و نگه دارید و سپس دکمه منفی را فشار دهید. کوچک شد. درست است؟ و برای افزایش اندازه آن در حالی که دکمه کنترل را فشار دارید، دکمه مثبت را فشار دهید. خودتان آنها را تمرین کنید. ما از این بسیار استفاده می کنیم. و این منوی تولباکس جعبه ابزار است. اگر اینجا را ببینید، عملکرد به نام هند تول یعنی ابزار دستی وجود دارد. وظیفه این ابزار دستی انتقال صفحه به هر طرف است. برای همین کارکرد می توانید دکمه فاصله را نیز فشار دهید در کیبوردتان. خوب است این را به یاد داشته باشید. به خاطر که در طول این پروسه با دکمه فاصله ما می توانیم افزایش و کاهش بدهیم صفحه را به هر طرف. اگر دکمه های میانبر کنترل ها را فشار دهید، رولر یعنی خطکش در بالا نشان داده می شود. همچنان می توانید در قسمت بالا از منوی ویو رولرز را پنهان و یا به نمایش بگذارید. اما استفاده از کلیدهای میانبر بسیار راحت تر خواهد بود. فکر نمی کنید؟ باز هم کنترل آر را فشار دهید. از رولرز می توانید یک راهنما دریافت کنید. کلیک کرده و از خطکش دور شوید.
همچنین می توانید از خطکش عمودی یک راهنما تهیه کنید. و هنگام چاپ این دستور عمل نشان داده نمی شود. بنابراین وقت روی صفحه نقاشی می کنید بسیار مفید است. مانند خطکش ها تنظیمات زیاد است برای راهنما ها مانند پنهان کردن یا حذف کردن آن در مینوی ویو. در قسمت بالا وجود دارد. بیایید دستور عمل جدید را که بیرون کرده ایم پنهان کنیم. فعلا دوباره قابل مشاهده خواهیم کرد. لاک‌گاید به معنای قفل بودن آن است. وقت دستورالعمل قفل باشد توسط ابزار انتخابی که بعداً یاد خواهیم گرفت انتخاب نمی شود. بنابراین دستورالعمل ها وقت قفل باشد حرکت نخواهد کرد. اما اگر می خواهید لاک و یا قفل را لغو کنید فقط یک بار دیگر روی آن کلیک کنید تا قفل باز شود. وقت قفل نشده باشد می توانیم آن را با ابزار سلکشن انتخاب کرده و به هر طرف انتقال بدهیم. فهمیده شد؟ اگر یک بار دیگر آن را قفل کنید انتخاب نمی شود. بسیاری از مواقع راهنما نباید انتخاب شود. هنگام نقاشی با ابزار پن ریکتنگل تول برای چنین شرایط مفید است. دستورالعمل باز شده را حذف کنید. اگر در پایان روی کلیر گایدز کلیک کنید حذف می شود. مثبت کنترل، منفی کنترل، آر کنترل برای رولرز و اسپیس بار اصول اساسی حرکت به اطراف است. سپس اجازه دهید ویژگی های جعبه ابزار را بررسی کنید. اگر نشانگر ماوس را روی نمادهای موجود در جعبه ابزار بیاورید، نام آنها ظاهر می شود. بنابراین نشانگر را بیاورید تا اگر نامی را نمی دانید بدانید. اولین تیریسیا ابزاری است به نام ابزار انتخاب، به معنای واقعی کلمه. این یک ابزاری برای انتخاب کردن است. من قصد دارم یک شکل را تصادفی بکشم. از اینجا برای تغییر شکل آن باید آن را با ابزار انتخاب انتخاب کنیم. یک بار روی آن کلیک کنید تا انتخاب شود. اگر روی پس زمینه کلیک کنید انتخاب نمی شود. دوباره آن را انتخاب کنید و سعی کنید آن را به اطراف منتقل کنید. اگر ابزار سلکشن را در گوشه شکل بیاورید می توانیم اندازه آن را تنظیم کنیم. اگر در حالی که روی دکمه سمت چپ ماوس کلیک می کنیم کلیک شیفت را فشار دهیم نسبت آن ثابت می ماند و می توانید آن را به هر طرف حرکت بدهید. من به شما گفتم ما می توانیم شکل را تغییر بدهیم وقتی که انتخاب شده باشد. سپس بیایید اکنون سعی کنیم این شکل را کپی کنیم. کلید آلت را روی کیبوردتان فشار دهید. در جریان که شکل انتخاب شده آیا می توانید ببینید تیر سیاه تغییر کرده باشد؟ این بدان معنی است که اکنون می توانید آن را کپی کنید. در حالی که کلید آلت را نگه داشته اید روی شکل کلیک کرده و آن را به کنار بکشید و کپی می شود.
این بار کوشش میکنیم که این دو شکل را با هم انتخاب کنیم. ما فقط کلیک میکنیم تا یک شکل انتخاب شود. اما برای دو یا چند شکل یا شی کشیدن را از پس زمینه شروع کنید. تا آنها را با هم انتخاب کنید. حال اگر دکمه آلت را فشار دهیم به ما اجازه میدهد تا آنها را کپی کنیم. و اگر انگام کشیدن کلید شیفت را فشار دهیم در یک خط مستقیم کپی می شود. اگر به تمرین ادامه دهید این کار بسیار راحت تر خواهد بود. فعلا با استفاده از ابزار انتخاب سلکشن تول هر چهار شکل را کلیک کنید. و آن را کوچک کنید. و هنگام فشردن کلید آلت کپی کردن آنها را تمرین کنید. ما همچنین می توانیم آن را مانند این کپی کنیم. درست است؟ حال بیایید رنگ را برای این و آن شکل تغییر دهیم. برای انتخاب یک شکل فقط روی آن کلیک می کنیم. برای تغییر رنگ آن از قسمت‌های پایین جعبه ابزار یعنی تول باکس استفاده می کنیم. این مربع در پیشرو فل نامیده می شود که شکل را با یک رنگ پر می کند. و به خطی که در پشت آن قرار دارد استروک گفته می شود که برای بیان خطها در یک شکل یا نقاشی استفاده می شود. در حال حاضر به عنوان سیاه و سفید تنظیم شده است. من رنگ پس زمینه را تغییر می دهم. روی آن دوبار کلیک کنید. من قصد دارم از رنگ های رنگین کمان استفاده کنم. اول با رنگ سرخ پر کردم. شاید خطهای کلی داشته باشید یا نداشته باشید. شما همچنین می توانید رنگ اضافه کنید. این بار بیایید رنگ را پاک کنیم. اگر قسمت فل و استروک را مشاهده کنید دکمه به نام نان وجود دارد. ما می توانیم از آن استفاده کنیم تا ناپدید شود. آیا می بینید خط ناپدید شد فعلا؟ بزرگ می کنم و به شما نشان می دهم. من از دکمه اسپیس برای حرکت دادن صفحه استفاده می کنم. جعبه دوم را نارنجی می کنم. بر روی فیل کالر دوبار کلیک کنید نارنجی را پیدا کرده رنگ آن را تغییر دهید. ما دوباره استروک یعنی سکته را هیچ کدام یعنی نن خواهیم ساخت. خب بیایید صفحه را با استفاده از دکمه فاصله حرکت دهیم. این بار بیایید سطح این و آن شکل را پاک کنیم و آنها را فقط با خط بگذاریم. ما می توانیم با استفاده از ابزار انتخاب دو شکل را با هم انتخاب کنیم. شکل اول را انتخاب کنید. سپس شکل دیگر را با فشار دادن کلید شیفت انتخاب کنید. بعد این و آن شکل انتخاب می شود. حالا برای فیل کالر چه کار باید انجام دهیم؟ آن را به هیچ کدام تغییر دهید. به خاطر که در حال حاضر زمینه سفید داریم. واقعا نمی توانیم تشخیص دهیم. اما اگر هیچ کدام یعنی نان را انتخاب کنیم وقت رنگ های دیگر در پشت آن قرار دارد رنگ پس زمینه نشان داده می شود. بیایید روی نان کلیک کنید تا شکل شفاف شود. من استروک را زرد رنگ می کنم. این استروک خیلی نازک است مگر نیست؟ بنابراین ما این استروک را زخیم یعنی دبلتر می کنیم. هنگامی که می خواهید جزئیات مربوط به استروک را تغییر دهید به صفحه‌ای که در سمت راست استروک هست نگاه کنید.
می توانید زخامت را اینجا تغییر دهید. ممکن است زخامت تنظیم شده را به عنوان پیشفرض استفاده کنید. با استفاده از تیر می توانید زخامت را بالا یا پایین کنید. زخامت خوب انتخاب کنید. اگر با ابزار بر روی پس زمینه کلک کنیم انتخاب نمی شود. بنابراین ما می توانیم سکته را این گونه بیان کنیم. درست است؟ یک چیز آخر وجود دارد که ما قبل از اتمام درس یک انجام می خواهیم داد. این بار ما تمرین می کنیم. 4 شکل را همزمان انتخاب کنیم. یادتان هست که به شما گفتم اگر ابزار انتخاب شده باشد می توانیم پس زمینه را کلیک کنیم سپس بکشید تا همه موارد را به یک جا انتخاب شود؟ اما همچنین می توانید یک شکل را کلیک کرده و انتخاب کنید. سپس با فشار دادن کلید شیفت شکل‌های اضافی را انتخاب کنید. شما ممکن است از هر روشی که دوست دارید استفاده کنید. فعلا بیایید پس زمینه را با یک رنگ گریدیشن یعنی سلسله‌ای پر کنیم. فیل کالر را با آوردن بر روبرویش فعال کنید. وقتی استروک در جلو هست، ما در حال تغییر رنگ استروک هستیم. و اگر بر روی فل کلیک کنیم تا استروک برگردد، می توانیم رنگ فل را تغییر دهیم. برای تغییر رنگ می توانیم دوبار کلیک کنیم. یا از بین گزینه هایی که روی آن سویچز نوشته شده هست، رنگ را انتخاب کنید. اما در حال حاضر یک گرادیان یعنی سلسله اضافه خواهیم کرد. روی ابزار گرادیان در کنار نان کلک کنید. گرادیان اعمال شده با رنگ‌های پیش‌فرض و تنظیم شده را مشاهده خواهید کرد. ابزار گرادیان در اینجا درست است. در حال حاضر به صورت بادمجانی روشن و بادمجانی تنظیم شده است. بیایید این رنگ‌ها را تغییر دهیم. در حال حاضر ما از رنگ سویچز استفاده خواهیم کرد. یک رنگ را انتخاب کنید و سپس آن را به ابزار پینت اضافه کنید. رنگ تغییر کرده است. درست است؟ حالا رنگ سبز را با رنگ بادنجانی تیره بریزید. یک گرادیان خواهید دید. بیایید استروک را هیچ کدام بسازیم. چگونه به نظر می رسد؟ با استفاده از ابزار انتخاب روی پس زمینه کلک کنید تا انتخاب نشود. بنابراین امروز ما با ویژگی های اساسی جعبه ابزار تا سلکشن تول یعنی ابزار انتخاب آشنا شدیم. بسیار خوب است اگر شما کلیدهای میانبری را که امروز یاد گرفتیم تمرین کنید تا دستان شما به آنها عادت کنند. بعدا شما را در درس دوم می‌بینیم. خداحافظ.